جناب آقای احمد بورقانی، نماینده محترم مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر، که ایشون 10 دقیقه وقت دارن، 4 دقیقه از وقتشون رو با آقای مزروعی دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. پرپر شدن گلهای نوشکفته من را در حادثه تلخ پارک شهر به خانواده های مکرم ایشان، آموزگاران و همکلاسی های ایشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم و امیدوارم با مراقبت و توجه بیشتر در آینده شاهد این حوادث دردناک نباشیم. با رفتن 2 روزنامه مهم کشور به محاق توقیف و صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران، بوی بهبود اوضاع در حوزه مطبوعات و توقف روند تعطیلی نشریات بر باد رفت. گفتند و نوشتند هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد، اما ظاهرا این سخن نقض در حوزه مطبوعاتی جایگاهی ندارد. چندان نیازی به کنکاش در دلایل توقیف این روزنامه ها نیست و چندان تعجب نیز ندارد که فردا روز شاهد صدور احکام سنگین از برخی محاکم برای جمعی از خیرخواهان مشفق این آب و خاک باشیم. به نظر می رسد اوضاع منطقه و جهان ضرورت اجرای قانون، نیاز به همدلی و همه جانبه نگری و حزم و دوراندیشی و تلاش برای پر کردن شکاف میان دولت و ملت در لفظ و معنی برای برخی غریب و بی‌معناست و تنها عملی را که خود صحیح می‌پندارند محقق می‌سازند و در این میان آن که بیش از هر کس آسیب می‌بیند و حقوقش تضییع می‌گردد ملت است و آزادی‌های قانونی او. مطبوعات که امروز به تجلیگاه آزادی در جامعه ما مبدل شده‌اند صاحب سرگذشتی بس نکته آموز و عبرت انگیز شدن. سرگذشت مطبوعات در کشور ما بیشباهت به سرگذشت شگفت انگیز قصیده پرداز حقگو و صریح اللهجه سرشناس ما، یعنی ناصر خسرو قبادیانی نیست. بزرگمردی که روح بلند نستوهش انسان را خاضع می کند و جدال او با اهل تحریک و تعصب انسان را بی اختیار به هواداریش وادار می کند. ناصر خسرو همچون اصحاب مطبوعات ما آرام دنیا را فرو نهاد و در جستجوی معنی و حقیقت برآمد، اما صاحبان قدرت با سردی و خموشی و تلخی با او رویارو شدند و خواص با طعن و لعن از او یاد کردند و قوقاییان به تحریک اهل تعصب به خانه اش ریختند و در شهر بلخی که هر خطاکاری حاصل قطاع و طریقی اش را با ایمنی جابجا می کرد، برای حکیم حقیقت جوی ما آرام و قرار و ایمنی نماند. آیا به راستی سزای آینگی در سرای حقیقت همواره شکستن بوده است؟ مگر فخر و شرف آن نیست که انسان عقل و خرد و هوش خود را به کار اندازد و بکوشد به لهو و لغو گرفتار نگردد؟ و آیا در این میان انسان عادی را سراغ دارید که از خردی ناب بهره مند باشد که خطا در آن راهی نباشد؟ مسلماً پاسخ پرسش اول مثبت و جواب سوال دوم منفی است. عقل، تجربه، زندگی انسان‌ها به ویژه خردمندان همه و همه برای انسان‌ها حق خطا قائل است و اصولاً در سایه گذشت از این خطاهاست که زندگی جریان می‌یابد. آیا در مملکت ما قضات خطا نمی‌کنند؟ وزرا به ناصواب ره نمی‌پیمایند؟ وکلای مجلس همه در مستر بیساقی که با مردم بستن رحمی سپارند؟ پس چرا می نویسند که بیش از 50% احکام محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر شکسته می شود؟ چرا مجلسیان به استیضاح وزرا می نشینند؟ و چرا مردم همواره یک وکیل را برای دوره‌های متعدد بر نمی گزینند؟ بنابراین همه پذیرفته ایم که همگان حق خطا کردن دارند، اما به راستی چرا در این میان تنخوا برخی گروه ها از جمع اجتماع ما باید از غم توانگرتر شوند؟ چرا در فصل وفاق آشتی برای ایشان شبیخون معنا می شود؟ با کدامین منطق در رخ دوستان کمان کشیده می شود و بر دلشان تیغ؟ تصور می رفت بعد از روند تلخ و سخت توقیف گسترده مطبوعات در 2 سال گذشته چشم عبرت بیناتر
و گوش زیرکی شنواتر شود و ما دیگر شاهد تضییع حقوق ملت نباشیم. اما صد افسوس که توقیف ناگهانی دو روزنامه ایران و بنیان در روز شنبه بر همه خوشدلی ما خط بطلان کشید. مردم در چهار انتخابات پی در پی ایستادند و گفتند و نوشتند آزادی. اما در سال روز آزادی مطبوعات، در ایام برپایی جشنواره مطبوعات کتاب، در منظر صدها میهمان فرهنگی خارجی، بی توجه به آراء مجامع حقوق بشری جهانی و با چشم فرو بستن به حقوق قانونی ملت، باز هم مطبوعات به مسلخ تعطیلی برده می شوند. مگر نه این است که تهدید خارجی متوجه ماست؟ مگر نه این است که باید دست در دست هم دهیم به مهر و استقامت؟ و مگر نه این است که باید برای ایستادن یکدیگر را تحمل کنیم؟ پس چرا همچنان بر طبل گران جدایی کوبیده می شود؟ چرا حقوق ملت آشکارا نقض می شود؟ چه کسانی پاسخگوی افکار عمومی هستند؟ اگر مردم از اصلاح امور در چهارچوب قانون اساسی ناامید شوند، چه کسانی مسئول خسران و زیان مملکت خواهند بود؟ برای برخورد دوگانه و تناقض رفتاری چه پاسخی وجود دارد؟ چگونه است که روین تنان آزادند هویت ملت را هدف قرار دهند و حتی بر اولیاء ما پیرایه‌ها بربندند، اما بی‌پناهان حق نداشته باشند منفعت و زیان ملت را در ترازوی نقد و سنجش قرار دهند؟ هشدار که فردا دیر است. از خداوند می‌طلبیم که به رهروان راهش همتی دهد که از سیاهی بن‌بست‌ها بگذرند و قلب‌ها را چندان روشن کند تا چراغ حقیقت دوباره در شب ناباوری برافروخته گردد و به مخالفان آن مایه هوشیاری بخشد که دوستی را از برگ‌ها بیاموزند و به نسیم فرمان دهد که بر گناهکاران و گرفتاران وزیدن گیرد ان شاء الله. من نمیدونم جناب آقای بورقانی به چه بیانی فرمودن. من همین تیکش عرض میکنم که این دوتا روزنامه دیروز آخر شبی من با خبر شدم که روزنامه ایران دستور آزادیش صادر شد. اینه به ما اطلاع دادم. خواستم همین عرض کنم اگر لاجه به این مطلب این نکته گفت، چون دیشب به ما خبر دادن من عرض کردم. بفرمایید.